این چیزی که می‌بینید قراره یه یدکش باشه. شاسی شوکه شده، فقط مونده سیستم تعلیق که باید بچسبونیم این کنارا و سرپاش کنیم. مشکلی که توی طراحی به وجود اومد اینه که این کمک فناری که ما خریدیم کمک فناری نبود که من توی نرم افزار طراحی کردم. آخ جون پس رکب بخور. و دقیقاً اندازه اینجا به هم ریخت و یه ذره باید بزرگتر بشه، چون این کمک فنرمون خیلی بزرگتر از این چیزیه که من طراحی کردم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که طول کمک فنر جدیدو بگیریم که دقیقاً 32 سانتی. حالا که اندازه کمک فنر درست شد، می‌ریم برای ساخت این فیرین و همینجور بازوی کشنده. 2.45 سانت برای بازوش. حالا این بازوهایی که داریم باید این شکلی این جوش بخوره اینجا، به خاطر همینجا یه خورده باید کات بدیم. این چیزی شد که ساختیم. حالا این خوشگل میشینه اینجا و دورش راحت میشه جوش داد. حالا قسمت سختش اینه که این اهرمی که داریم اینجا باید جوش بخوره، اینجا باید جوش بخوره. وقتی که بذاریمش روی لاستیکمون قشنگ مشخص میشه. خب حالا این اهرم باید کنار لاستیک باشه دیگه. اینها دقیقاً آخر کار باید جوشش بده. آخر کارم نه، یه خورده اینورتر وسط باید جوشش بده. خب این طرف کار تقریبا اوکی شد و اینم وسط قرار گرفت. خب حالا باید این برش. اینجا که چرخمون میخوره دقیقاً روبروش این طرف باید لولامون بخوره. حالا چه شکلی؟ اول پیچه اینو ببندیم بازون به چرخ نخوره. بله همونطوری که مشاهده میکنید بازمون به چرخ میخوره و باید بازم اینو جلوتر رو جوشش بدیم. خب یکی از بازوهامون اوکی شد. آه اشتباه کردیم، این اصلا چرخ پیکان نیست، چرخ 200 شه. البته خب به این پیکانی هم نخورد. خب مگه این پیکانی نیست؟ چون نمیخوره بهش پس؟ نه این میخوره اینجا و از اینجا هیچ برخوردی وجود نداره و چرخ میچرخه. توی مرحله بعدی لوله ها باید جوش بخورن که لولایی که به بازو جوش میخوره اینجا جوش میخوره، نه اینجا. این طرف جوش میخوره ولی الان اندازه‌شو در نمیاریم. زمانی اندازه‌شو در میاریم که فریم شاسی مشخص شده باشه. بریم بعدی رو هم جوش بدیم. حالا که این دوتا بازویمون کامل شدن، وقت ساختن این فریمه. حالا توی این مرحله کاری که من میکنم اندازه‌ها رو در میارم و همینطور زاویه‌ها که فارسی برشون کنیم و به هم جوششون بدیم. این اندازه‌هاییه که در آوردیم، حالا باید ببوریمشون. دوتا پروفیلی که میبینید اندازه وسطیه که خط خورد. دو تا اندازه 60 سانتی مونم اوکی شد. یه طرف 45 و یه طرفش 32 درجه است. فارسیایی که بریده شده رو بهتون میگم. اگه بخواید ببینید چه جوریه، این اینجوری میخوره و اینم میخوره کنارش. دقیقاً فارسیا اوکی اوکی. البته این قطعاتش نیست ولی خب. حالا قطعاتی که درست کردیم و باید بچینیم روی زمین. این میخوره این بالا و که هیچی، اینم میخوره پشتش. به نظر که اوکی میاد. این اهرامی که درست کردیم توی اینجا میخوره و کمک فنرم اینجا میخوره. چرخ اینجا بسته میشه. این همون چیزی بود که ما میخواستیم. انقدر کثیف شدن رفتم صورتمو شستم. یه خورده اندازش اشتباهه ولی خب تک خال میزنیم، میزنیم روی شاسی، یه تست میزنیم، اوکی ایش میکنیم دیگه. یه خورده پایه‌ها رو اصلاح کردم بهتر میشینه به کار. همیشه راحت‌تر جوش افتاد. چرخ عقب میشینه. یه جوریه که چرخ اینجاه، چرخ عقب یه خورده که وزن این چیز بیفته روی ماشین یه مقدار و تعادل داشته باشه. اگه دقیقاً وسط باشه اسم می‌کنم یه خورده ناپایدار بشه. بازم فکر می‌کنم یه خورده میارم شرفتا یه وقت مشکل نخوره. اینجا باشه. تقریباً چرخ میفته وسط. وسط متمایل به عقب. وزن کل شاسی 50-50 نشه روی خود شاسی. 20%ش بیفته روی ماشین که پین محکم باشه. من تجربه‌ای تو درست کردن چیز ندارم. یدکش ندارم. ولی خب چیزی که دیدم تو تکخال میزنم فقط وایسه. مشکلی که داره این باید موازی می بود با اینجا ولی الان زاویه داره. این بالاش کجی که اصلا مهم نیست. بالا هیچی قرار نیست باشه روی اینجا ولی خب اوکی. حالا فکر کن مثلا اینو ساختیم با این اندازه و اینا موتور چهارچرخه داخلش نره. فکر کن به خاطر این حتما امروز میرم یه اندازه میزنم از این دهنه یا موتور چهارچرخه اندازه میزنم. البته همینه یادمه. خب یه خورده لبه یه خورده سفتش کنیم. فعلا همه چی تک حاله تا زمانی که چرخا بره روی کار در حدی که فقط نیفته.
کابین است. حالا یه مقدار شاسی رو بیاریم بالا و سیستم چرخو بهش وصل کنیم. حالا اینجا کامل مشخص میشه که چه اتفاقی برای این باید بیفته. همونطوری که میدونید این باید داخل اینجا باشه. اینجوری باید جوش بخوره که داخلو نگیره. موتور راحت رد بشه. پس که اینجا جوش خورد، یه همچین چیزی باید جوش بدیم به این و بزنیم به اینجا. شکلی. اینجا جوش بدیم، جوش بدیم به بدنه. بعد از اینجا شاسی میکشیم که محکم باشه. یه دونه از این بوشا رو قشنگ موازی گذاشتم روی زمین و یه جوش بهش بدیم. خب این از زیر بوش اینجا رو نگاه کن، قشنگ این تخت کاره. خب و این هم از دومی. حالا تو پروفیل کوچولو بریدم که دقیقا میخوره اینجا و حالا برای بعدی هم اونجا جاش پیدا میشه، اینجا جوش میخوره. تو بحثی که هست نکته مهمیه این دقیقا اینجوری نباید بچسب، باید یه فاصله باشه و به این دومی جوش بخوره که این اتفاق بیفته و به این اولیه مالشی پیدا نکنه. بخاطر همین از میخ استفاده میکنیم. شکلی این دوتا اینجا خوردن و این میخ میاد وسطش، کاملا همه چیز چشمی و دستساز. انتظار داریم صاف هم را بره. باور میدم میسخور کج شد. جوشکاریش اوکی شد، این شکلی میچرخه و هیچ مالشی هم بین این دوتا نیست. حالا اینی که درست کردیم این راحتی اینجا هر جوری که دلم خواد جوشش میده. این شکلی اوکی تر، فقط باید اندازش رو در بیاریم که کجا تو چه ارتفاعیه و تک حالش میخوره. همین ازش در اومد و باید بود 25 سانت بالا بشه که اصلا کلن ویل شد. به تک حال بگیم بزنم دوباره تا زمانی که همه چی معلوم نشه نباید جوشش رو محکم کنیم. حالا تقریبا این چیزیه که ما الان داریم. خب وقتی بخوای شاسی رو یعنی تعلیق و وصل کنی این شکلی از این ور جا میخوره، یه خود محکم تر شد. خب این از اینجا جا میخوره و دقیقا ازش درست باید نظرم مهرش بسته میشه. یکم محکمش کردم و این شکلی بازی میکنه و بالا پایین میشه. حالا همک فنر هم اینجا قرار میگیره، دقیقا اینجا حالا یه خورده رابطه اینو قرار بگیره، دقیقا این وسط بسته میشه و تمام اندازمون تمام درست. و چون این کمک فنرها پایین تر نمیان به اینجا نمیخوره. یه ذره من جوشا رو محکم‌تر کنم باز جارو. همه چی اوکیه تا الان که همه چی اوکیه. این شکلی هم چرخ میاد بسته میشه دیگه. فقط این بجا جوشش دادی ممکنه این تیکه رو میگم کوچولو یا این شکلی بشه یا این شکلی بشه که اونو مهار باید براش حتما بزنیم. مهار پروفیل دو در دو، یکی اینجا بزنیم یکی اینجا بزنیم خیلی کمتر میشه. ولی خب کلا این قضیه اصلا اصولی نیست، از بیخ اصولی نیست. میرسیم قسمت شیرین کمک فنر. یه دونه از اینا، یه دونه پیچ به داخل اینجا مهرش بسته میشه، یه دونه دیگه پیچ طرف هم همینطور و مهرش بسته میشه. این قسمتش هم باحال هم حیاتیه. مثلا من اینو میذارم اینجا که البته براش بزرگه. یه دونه پروفیل میذارم زیر کار، یه اندازه به من میده که توی اون یکی هم همین رو باید رعایت کنم. حالا اینو بعد اینجا جاش بدم و جوشش بدم که همینطوری که میبینید یعنی نرسیده اینجا. اوکی هنوز میخواد. این ولی میذارمش، هرچی میاد بالا ارتفاع چیز کمتر میشه، شاسی کف خواب سر میشه. یه تک خال زدم قسمت پایینشو که نگرفت. مرسی مرسی. اوکی اینجوری هم میتونستیم بذاریم جوش بدی با حواسمون نبود. باید بچسبونیمش دقیقا این گوشه. من قرارداد کردم برای خودم این گوشه باشه. الان اگه این قطعه زیری در بیاری میبینی که کمکمون بست، یعنی هم که لقه چون بیچاش همه شله این طرف هم اصلا نبست. ولی خب هر کاری کنیم یه ذره لقه رو داره. اوکی من یه ذره اینا رو سفتر میکنم، یه تست کوچولو ازش بگیریم. همه چی اوکیه. الان اگه اینو بکشیم میبینیم که سیستممون داره کار میکنه. نگاه کن. ولی خب یه چرخ ببندی باید تست کنیم. این خواب چرخه. اینم بولبرنگش. حالا اگه این کنده نشه میشه تستش کرد. اینو بذارم سیرش. وزنش افتاد رو چرخ. اما مشکلی که از خیلی نرمه. خیلی نرمه. زن یکیش اوکی کنم. طرف هم مثلا چیزه الان دیگه. البته نه این تا یه جایی میاد گیر میکنه. مسئله دیگه ای که هست این تا اینجا و میاد پایین قشنگ وقتی وز بیاد روش. حالا من چند کیلو هم؟ من 80 کیلو هم. خب اون 200 کیلو هست. 250 کیلو هست. خب این میاد پایین. ولی مسئله دیگه ای که هست این الان چرخ داره میخوره به کمک. یعنی چی کمک رو یکم باید بیاریم برتر. البته پیچای چرخ هم من کامل نبست. اگه چرخ هم یکم کجه. چرخ هم میشه میزون کرد. حالا اون جوشایی که زدیم رو درست کنیم. دیگه همین. خیلی نرمه.
من یه استراحت بکنم بعدا بیام اون یکی چرخشم ببندیم. البته خب ما چیز دیگه هم هستا، آنچنانی برام مهم نیست چون تعلیق اگه نداشته باشه یدکش پشتش میپره بالا پایین. خب این اگه حتی وزن زیادی هم باشه تو ته هم جمع بشه ولی بازم نوسانا رو میگیره. مثلا ما باید کاری کنیم که این نشینه رو زمین، یعنی انقدر وزنش زیاد نشه شاسی بچسبه رو زمین گیر کنه کفش. بحثمون اینه که حالا این باید تست بشه. اون یکی هم ببندیم اینو تک خالن دیگه، تهش اینه که بازش میکنیم میاریمش پایین‌تر. به جای اینکه این اینجا الان قرار بگیره میچسبه کف اینجا، ارتفاع شاسی میاد بالا، بعد وزن که میاد روش متعادل میشه. نه از این زاویه کاملا هر دو جهت مشخصه، هم چرخ اینجوریه هم به سمت داخله. از بالا هم که نمیکنی قشنگ کجه چرخ و گرفته به کمک اینا. چند جور میشه حلش کرد؟ یکی این باید جاش درست بشه، این شفته که جوشش دادیم یه خورده باید این طرف‌تر باشه، یه خورده هم سرش رو بیاریم پایین. وقتی که وزن میفته اتوماتیک سر چرخ اینجوری جمع میشه. راه بعدیش که اون اوکی کنه، فکر کنم این جوشش باز. آره اینه، نگاه کن مشکل از این بود، این زیر جوشش باز شده واسه شده که این کج بشه. همه اینا هستن، حالا اینا رو باید محکم بکنیم. فقط می‌خواستم ببینم که این کمکمون جوابه که جواب تقریبا. به روز دوم خوش اومدید. این چی بازمون که کلا گیر کرد، رفتم امروز صبح بدون پیچمو رو براش خریدم. فقط مونده درست کردن این چرخ و این یکی تعلیق. دستگاه جوشم خونه به اونجا گذاشتم که برم بیارمش که اینجاست. ولی خب یه چیز دیگه بهتون نشون بدم، زیر اینجا هم موتورچار چرخ که ما داشت داریم بیاریم، اینم رنگشه و نمیکن چرخش چجوریه. چه چیز عجیبه رو زمینه، خیلی آتشخوار روشه، باید بیاریمش اینجا قشنگ سوارش کنیم ببریمش. فقط کاش این متر میوردیم امروز میذاریم دقیقش مشخص بشه. 18 سالم بود ساختمش، اگه رو نمایش کنم که نمیدونم این کارو بکنم وقت میفهمید حاجیتون یعنی چی. قبلا گفتم که حمایت نمیکنن و چرا حمایت نمیکنید؟ الان به یه جای رسیدم که میگم آقا حمایت اصلا نمیخوایم. دمتون گرم، خودمون رو حمایت میکنیم. دمتم گرم. سنگ جلو پامون نندازین، ما حمایت نمیخوایم. بذارین کارمون رو بکنیم، حمایت بدا سره. ولی در آینده نزدیک ما مثلی پروژه ها استارت بزنن برای کسایی که سنشون پایینه و دوست دارن مثلا چیزای عجیب خلق کنن، اختراع داشته باشن و این داستان ها. ما با هم دیگه یه نمونهشو انجام بدیم. پوست خودم کنده میشه ولی خب لپتاپ رو خریدم، یه با لپتاپ میشیم طراحی میکنیم میتری کنیم. حالا بذاریم یدکش درست بشه، اینو بیاریم اینجا، اختراع قبلی اون رو بیاریم توی سوله. حالا تا بعدیا. خب دوستان چرخ درست شد، الان هم موازیه هم که فنر نمیگیره، از این زاویه هم تقریبا اوکیه، فقط باید جوشکاریاشو کامل کنیم. توی این مرحله باید این قسمت رو فیکس کنیم. این قبلیه رو من روغنم زدم، هر چی جگوش زدم این نرفت گیر کرد کلا. فکر کنم به خاطر اینکه جوشکاریش کردیم این تاب افتاده و الان مستقیم نیست که این اتفاق افتاده. دیگه این سری قبل از اینکه خونش بدم اینا رو رد میکنم که اگه تابم افتاد هیچ مشکلی براش پیش نیاد، همونجا گیر کنه. کلنجتون تکفال بزنم. خب این بازو بعدی شد که باید نصبش کنیم الان. بچه ها جوش ها رو دادم؟ تقریبا فقط تکفاله. بذاریم چرخ ها رو ببینیم چجوریه. الان یه خورد نگاه میکنم کجه، ولی خب با دست میشه برش کردن تو تکفاله. یادم را کمک فنرش رو جوش بدم، فنر و کمک فنر. هشتگ جوش مشتی عشق کنید. اوف، حالا نوبت این قطعه است، اینم بلبلنگ جلوی پیشش هم باید سفت کنید. چرخ رو ببندیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من اون یکی جا به جا کردم، اردودم شغب، این یکی یادم رفت. حالا اردودم شغب، هر دوشون دیگه میزون شدن وسط، تقریبا ما وسطش هستم. این یک چرخش خیلی کج شده، ولی خب خودم کج گرفت اصلا حواسم نبود، این وزن میاد روش صاف میشه. اونو ما خیلی صاف گرفتیم.
خب این خیلی خوبه، این که کجر دارم زاویه چی بود، کمبر بود، کستر بود، چی بود یادمون رفته. اینو بعد یه خورده کج کنیم و جوشاشو صفر کنیم، ولی دیگه همه چی شوکه. خب من چند کیلو ام؟ بذار الان وزنو در بیاریم. من الان 80 کیلو ام. خب من وقتی اینا چرخش هم باد نداره، من 80 کیلو، دو تا 80 کیلو بیاد 200 کیلو باشه وزنه موتور چهار چرخه. نتونستم خوب واقعا فیلم بگیرم اونجوری که باید بگیرم، چون امکاناتم برای فیلم برداری یه همچین چیزی خوب نبود، ولی دارم سعی میکنم امکاناتمو اوکی کنم. شاید برم دوربین فیلم برداری بخرم، کامرامن بیاد که کلا دیگه بچسبیم به کار، حرفه‌ای ویدیو بگیریم. و اینکه اگه هم بخوام دوباره از این کارا بکنم، میز میخوام، گیر رو میزی میخوام، و این شاسی در اصل باید روی میز اتفاق میافتاد، ولی حداقل پالتی چیزی نه روی زمین. حالا بعد چیکار کنیم؟ حالا رسیدیم به اون مرحله‌ای که اینا رو باید تقویت کنیم، یه پروفیل از اینجا جوش بدیم به اینجا، اینم زیرش بخوره و همینطور اون طرف. یه کسی که تجربه داشته باشه تو این کار، تا زمانی که نخوای رنگش کنی و تستش نکردی نباید جوش رو محکم کنی. یعنی هنوزم ما الان میتونیم جوش رو محکم کنیم، ولی الان نباید این کار انجام بدی، باید تستش کنی، وسیله بیاد روش، وزنش اینا شوکه بشه، چرخا رو باد کنی، بعد که دیگه همه چی اوکی شد جوشش بدیم و رنگش کنیم. ولی یه نکته دیگه، چون که موتور چهارچرخه دستسازه و نگهداری از این وسیله‌ای که اینجوری دستسازن و این داستان نای خورده شرایط خاص داره، چهار تا پروفیل اینجوری بیاریم بالا، ورق MDF نه از این تخت سلاح اینجوری چهار طرفش پیچ کنیم که کلا یه باکس بشه و بشه مثلا سالها نگرش داشت، آب و خاک و رطوبت این چیزا نره داخلش. این اولین صحنه ها از جابجا شدن یدکش. زیرش چند تا تکخال باید بزنیم، کلا ول اینا. من این دوتا میله رو بریدم که دقیقا یکیش برای اینجا به اینجاست که زاویه این اکسلمون عوض نشه مثلا. خیلی حال داد نه؟ حالا توی این مرحله دوستان من باید چرخاشو باز کنیم، ببریم پنچری گیری کنیم. این چرخا رو من بار هزارمه که پنچری گیری کردم و پنچر شدن. نمیدونم این تابی که داره مال هابمونه یا مال خود چرخ، البته یه دونه پیچش من بود اینجوری بود. حالا یه ایراده شاسی رو باید بگیریم، ولی خیلی خورده جوشش رو بذار محکم کنی. یکی از ایبایی که داره اینه، که البته این جوش نیست، این اول باید کامل جوشش بدیم و ببینیم برطرف میشه یا نه. اگه برطرف نشه، چون این باعث میشه گیج بزنه، یعنی توی سرعت بالای عقب شاسی اینجوری بشه و تکون بخوره. اگه برطرف نشه یه تریک دیگه میزنم قطعا برطرف میشه. این پروفیل دو دردویی هم که داریم، یکیش جوش میخوره اینجا، خب یکیش جوش میخوره داخل اینجا. قبلا میخواستم اینجوری صاف بزنم، ولی این شکلی اسمم باز مهارش بهتر. حالا این میخوره اینجا، اینم قشنگ میخوره زیر اینجا و باید تک خال بزنیم. اگه نگاه کنی یکم سر چرخ به سمت داخله، زاویه توئین داره، توئین یعنی اینجوری هم چرخاش. نمیدونم یدکش باید توئین باشه یا تو آوت باشه، ولی این یکی هم توئین شده شانسی، ولی توئینش خیلی زیاده. این پیچ شل بود که اینجوری شده بود، خودش درست حالا این مشکلی نداره. خب چرخا هم به بدنه نمیگیرن و کاملا میچرخن، این از این لق لق. این پیچشو نداشتم، پیچ مخصوص پیکانی باید بخری به اینا بزنی، موره دیگه بهش نمیخوره چون دندریزه. این یکی هم اینجوریه. تابونه. حالا کاری که باید بکنیم، ما توی این پروژه فقط این قسمت‌های تعلیق رو درست کردیم، اینور و اونور. اینا رو باید جوشش رو خیلی محکم کنیم، هی باید یواش یواش اینا رو محکم کرد تا تثبیت بشن. اگه یهویی جوش محکم بهش بدی، تاب میافته، خودشو میکشه، از حالتش در میاد. حالا تو دو مرحله هی جوشش رو بیشتر کنی، هم قوی‌تر میشه هم تاب نمیافته بهش. این زیراش نتونستم جوش بدم، الان دیگه راحت میشه جوش داد. برای جوشکاری اگه سر و زیر باشه، یعنی مذابر پایین، بهتر جوش بخوره تا که سر بالا جوش بدیم. مذاب میچه که پایین جوش نمیخوره. مثلا من الان اینجوری کردم که اینجوری این قسمت هایی رو جوش بدیم که این شکلی هست، مثل اینجا. اینجا رو میفهم قشنگ جوشش که میدی، مذاب میچه که داخلش رو پرش میکنه. دو تا دونه پروفیل کوچیک یادم اومد که باید جوش بدیم اینجا. دقیقاً باید بخوره اینجا، اینو محکم‌تر کنه و کنده نشه. البته کنده نمیشه، ولی خب اینا رو بحث محض احتیاط باید بزنیم.
همونطوری که مشاهده میکنیم این وسیله الان روی چرخشه و اگه دقت کنین جک نداره، نیاز به جک داره. نمیدونم این جک به درد بخوره یا نه، ولی میخوام اینو اینجا جوش بدم، دو تا واشرم بخوره اینجا، این واشر رو به اینجا جوش بدم، یه جک لولایی براش درست کنم که حالا این شکلی مثلا بازش کنیم بندازیمش اینجا. بعد اینجوری باشه تو فشار بیفته. پس ما باید اینجا اینو جوش بدیم و اینجوری بازی کنیم بیاد بالا. حالا متاسفانه مشکلی که داریم اینه که پیچ و مهره نداریم. یه واشر اینجا میخوره، یکی یه پیچ میفته روش، یه واشر هم این طرف. اگه گفتید بچه‌ها چی میشه؟ بچه‌های توی خونه این دوتا واشر رو ما جوش میدیم به اینجا. بعد حالا باید این ورش مثلا یه چیزی بذاریم، یه قلاب‌توری، یه کشی، یه فنری، چیزی که اینجوری نگارش داره که ورش می‌کنیم میاد اینجا. تا پیچ‌ها رو نداره، تا پیچ هم نداشته باشیم نمیتونیم اندازه‌شو در بیاریم. الان هم شب شد و دیر وقت و ما تونستیم اینو به اینجا برسونیم. توی مرحله‌های بعدی باید چیکار کنیم؟ حالا توی مرحله بعدی، یعنی توی روز بعدی، چون که بخوام الان همه کاراشو انجام بدم خیلی طول میکشه و ویدیو اصلا نداریم اینجوری. بعد هی میگید که ویدیو بده، ویدیو چرا نه ویدیو فلان. اولش که ما باید بفهمیم چجوری جلوشو بس کنیم به 206، یعنی مثلا فرد پسارا باید 206 رو بیارم ببینم چجوری باید بسش کنم به 206. این از این. بعدش که مشخص شد اینا رو پرداخت میکنیم، این جوشایی که دادیم پرداخت خزینهشو نه میسابیمش با مینی فرز و اینا. بعد رنگ میشه، بعد تخته یا چوب یا چه میدونم ورق آهن اینجا میخوره، فقط هم نیاز اینجا بخوره چون این وسط اصلا هیچ چیز نیست، چرخاش روی اینجا میاد. میاد اینجا جکشو درست کنیم و بسش کنیم به ماشین و بفهمیم که چجوری این موتور شاخه رو باید اینجا فیکسش کنیم که عقب نیاد. ولی خب الان من یه چیزی به ذهنم خورد که ما یه دونه رمپ هم باید عقبش درست کنیم، یه چیز انقدی که اونم لولایی میره پایین و یه سطح شیبدار درست میکنه که بتونه بیاد بالا. اینم از این قسمت. یه اسکی میخوام برای بچه‌ها برم. سخته. یه دونه چیز باید درست کنیم. ببینید چی باید درست کنیم؟ اون جکر که خواستیم درست کنیم پایینش برای چرخ کوچولو باشه، بتونی جابجاش کنی. این ایده خیلی مهمه. مثلا اگه گذاشتیمش اینجا، گذاشتیمش این گوشه سوله، می‌خوایم زیرش رو مثلا تمیز کنیم و فلان، دوباره باید اینجوری بلندش کنیم ماشین بیاد اینا، ولی زیر اون اگه یه چرخ باشه حله. این خیلی خوب بود. آفرین. ولی حالا که ما درست کردیم، بریم ببینیم بقیه هم که چه جوری درست کردن، چون یه احیه سوتی داره. اگه گفتید سوتی این چیه، اونایی که فنی باشن میفهمن سوتی این چیه. یه سوتی بزرگ داره، کارو جواب میده، هیچ مشکلی هم نداره، ولی از نظر مهندسی اون کسی که مهندسی خونده باشه این رد میکنه، سوتی داره سوتی. من خودم هم میدونم اینو، نمیگم چون همه مهندس نیستن و اینکه کارمون رو انجام میده، ولی خب سوتی داره. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا اومدید، حتما کامنت بذارید، نظراتتون بنویسید، میخونم، لایک میکنم. اگه من نخونم داشلی میخونه، لایک میکنه. منتها اکانت فیکش و اینکه لایکش کنید، لایک نگرید، زنگوله چنل رو حتما فعال کنید. همگی همینجا قسمت بعدی تو همین چنل. خیلی شکریم.